امروز صبح وقتی داشتم صبحانه میخوردم گوشیمو چک کردم که یه صحنه خیلی جالبی دیدم. همینو اسکرین شات گرفتم و داشتم نگاه میکردم که ببین چقدر جالبه، چه چیزای باحالی توشه. این چیزی که داره میگذره تو اکسپلورر من در واقع توی مغز منم هست دیگه. کلید واژه‌هایی داره این عکس که میخوام در موردش صحبت کنم. سوالی نیستش که چرا فضای مجازی اینجوریه، چرا محتوای فارسی اینقدر مثلا خراب و داغونه. نه اینکه همیشه بوده و طبیعی هم هست، چون یک ریاکشنیه دیگه به اتفاقاتی که داره میفته، باید اینجوری خودشو نشون بده. مسئله اینجا اینه که تو چطور میخوای این سلامت روان تو نگه داری، یعنی چجوری میخوای دووم بیاری اگه بخوای واقعا دنبال بکنی. حداقل شما میگی یک ساعت دو ساعت، مگر اینکه خودتو خیلی محدود کنی. مثلا من بیای ساعت سکوت بذاری که مثلا از این تایم تا این تایم دیگه برات نوتیفیکیشن نیاد، یا مثلا یه سری اپ هست یا توی براوزر یه سری اکستنشن میتونی اضافه کنی که محدودش بکنی، یعنی اجبار بکنی که دنبال نکنی وقتی میبینی که هیچ چیز ارزشمندی نیست. ولی خب نمیخوام سیاه هم ببینم دیگه، برای چیزای خوب همه جا هست. محتوای فارسی ما هم کلی مطلب علمی و مفید داره، به غیر از چالش فلان که بیایم مثلا ان بخوریم ببین چی میشه. الان فضای انتخاباته دیگه، چیزی که ازش داره میاد بیرون، اصلا کار ندارم بحث سیاسی نمیخوام بکنم، فضاش اینه که تو داری دروغ میگی. یعنی کلید واژه بسیار منفیه. تهش هم اینه که آدم ها میخوان خاطرات گذشته رو مرور کنن، چون بگن آقا در گذشته این اتفاق افتاده، من میخوام بیام درست کنم. خودش تروماست، یک کلید واژه سالم نداره. حالا میتونیم بگیم که خب همه جای دنیا همینه دیگه سیاست، ولی خب مثلا تو مدل آمریکاییش اینه که میدونن کسی که میخواد بیاد قراره که کلی کار اقتصادی بکنه که قبلا هم ثابت کرده. حالا هیچ، بس یکم یک اندک چیز مثبتی هم میتونه تهش باشه. عکس بالای کابارس، این نماد چیه؟ این نماد کسی که میگن آقا اشغال کنیم، ولش کن دنیا، چرا باید انقدر مثلا زجر و اینا بکشیم، ارزش نداره دنیا، کوتاه فلانه. و بعد به این میرسی که آره خیلی ایول دمت گرم، بعد به این میرسی که خب دیگه همینه، یعنی اصلا زندگی دیگه اصلا ارزشی نداره که فکر کنیم، یعنی میشه یه چیز خیلی سطحیه که اونا میگن میخوای لخت بشید و اینا. از زیر رفتی عکس گرفتی، زوم میکنی رو باسن طرف، خب آره شورت پوشیده، نه مثلا تو نمیپوشی شورت، آره مریض جنسی مگه. عکس پایینی در مورد خیانته، باز یه چیز دیگه منفی. حالا نمیگم که نیست، اینا همه هستی واقعیته، ولی چرا انقدر قشنگ دوره همم، یعنی خیانت اصلا توش باز حال بخوای زوم بکنی بخونی، در مورد اینکه مثلا چت هم میکنی با یه فرد غریبه هم خیانت حساب میشه، یعنی مثلا یه چیز بدیهیه نمیدونیم، یعنی باعث شده که انقدر وضعیت سلامت میخوام بگم انقدر خرابه، یعنی پا روی همه چی میخوایم بذاریم، همه چی در همه. نمیدونم بعد چی توضیح بدم. آره باید آموزش داد تو این جامعه که همه زامبی شدن دیگه، هیچ اصول اخلاقی رایج نیست، همه دارن کارهای عجیب غریب میکنن. آره شاید باید از این حرف بزن. عکس بالایی سریال هایی که باید یواشکی دید زیر پتو بدونه مثلا پدر مادر. چرا داداش میخوای پورن دیگه، میخوای پورن ببینی؟ اونم میفهمم، اساسا ترک کردن رو من خیلی اعتقاد ندارم، شما جایگزین باید بکنی. از این همه فشار آدم چجوری میتونه در بیاد؟ حتی من میتونم بگم قطعا تو نمیتونی در بیاد، تو فقط یه راه حل میدی، یه جایگزین درش انتخاب میکنی، یا آقا من مثلا این کار نمی کنم از این همه فشاری که رومه، از اون همون شورت که رفته لای پام داره اذیت میکنه من، و یه راه حلی داشته باشم مثلا شورتم عوض کنم. الان شما به این یکی عکسم اگه نگاه بکنید که ماساژ میده، باز یه چیز خیلی عجیبیه، به هر حال یه شاخه علمی داره، طرف مثلا MRI میگیره میگه که ببین استخونت الان این ستون فقراتت این مشکل رو داره، طرف تاخ میگیره میزنه میشکونه. نمیدونم دیدید یا نه آدمایی که فلج میشن، اصلا شما بگو یک در میلیون، ولی تو آسیب که میبینی. قرار نکن جلفازی خود در نمی. بسم الله بگو. خب چرا آقا؟ چرا دو هفته پیش خوندم
واه واقعا اون سلبریتی ها براشون سوال نیستش که مثلا دوستمون یک فکت علمی هم میدونه یا نه. عمدتا ویوهای اینا به خاطر اینه که طرف اصلا با سن دختر نشون میده، غیر اینه مگه؟ یا اینکه صدای زیاد درست میکنه مثلا خیلی جذابه، یعنی اون میکروفونی که میذارن رو کمر بهش یه افکت هم اضافه میکنن، هر چی صدا بیشتر باشه مثلا خیلی خفن داره. همه اینا رو که میذاری کنار هم واقعا به یه چیزی میرسی دیگه، یه راه در رو هم یه سریاشون که بهت مثلا احساس خوب بدن، یکم احساس آرامش بکنی. این بر اساس سرچ های قبلی من بوده، چیزی که لایک کردم، من لایک نمیکنم ولی کلیک کردم، ولی ته تهش باز من میرسم به همون عکس خرسه. تهش یه آدم مریضی میشیم که الان من هستم که باید با همه اینا کلنجار بریم، یعنی تهش از دل اینا دروغ در میاد، از دل اینا میتونه خیانت در بیاد، از دل اینا همش آشفتگی در میاد، نتیجهش میشه کابوس، خوابایی که من هر شب میبینم. باور کن اینه، اگه من چه میدونم یه کشاورزی بودم که سوشال مدیا نداشتم قطعا الان سلامت روحم بهتر بود، منطقه چون میخوام از این سوشال مدیا هم پول در بیارم بنابراین توش هستم. حتما شما نظرتون رو نمیسید. مرسی، مخلصم، خدافظ.